در مزمور 24 آیه 3 داوود بعد از اینکه خیمه پرستشش رو در بالای کوه صهیون میسازه اینطور میگه: کیست که به کوه خداوند برآید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ داوود تو این آیه داره دو تا قسمت رو میگه. به حضور خدا آمدن یه چیزه، ساکن شدن در حضور خدا یه چیز دیگه است. خیلی مواقع ما به حضور خدا میایم کلیسا، اما در حضور خدا ساکن نمیشیم. میخوام واژه ساکن شدن رو برای شما بگم که واژه‌ای که در زبان عبری راجع به ساکن شدن صحبت میکنه و بعد در زبان عربی که زبان فارسی که شرح کنم زبان بیشتر عربیه، چون به هر حال کلمه ساکن کلمه در واقع فارسی نیست، اصطلاح به هر حال کلمه عربیه که به هر حال مصطلح شده دیگه از زبان ما. صحبت راجع به این میکنه، کلمه ساکن کلمه ایه که از واژه در واقع سکنه میاد، ریشه فعل سکنه که ساکن، مسکون، تسکین، مسکن، همین از اینجا میاد. وقتی شما مسکن در واقع صحبت از مسکن، تسکین، ساکن، ساکن شدن میکنه، واژه‌ای که در زبان عبری داره جو بهش صحبت میکنه با اون چیزی که ما ازش میفهمیم یعنی چی؟ ما فهم کنیم ساکن شدن یعنی این که من میام اینجا یک ساعت در حضور خدا و بعد میرم خونم. به این نمیگن ساکن شدن، به این میگن منزل گزیدن، که اینم عربیه یعنی نازل شدن. خب یه قبیله‌ای با اس با هر چیزی میرفتن، عشایر میرفتن، شب میشد، عصر میشد، یه جایی میخواستن قطراخ کنن. خب به این میگن منزل گزیدن، یعنی موقتا من یه جایی میمونم بعد دوباره حرکت میکنم. معمولا وقتی میگه بفرما منزل، میگه مهمان چون آید و نرود همچون دم است که آید و یقه ما رو بگیرد. بفرما منزل یعنی که موقت، حالا رعایت یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز میمونی و بلند میشی میری. ما بعضی مواقع واژه ها جایگاه درستی رو استفاده نمی کنیم. وقتی چیزی موقت قرار میگیره بهش میگن منزل گزیدن، اما اگر ساکن میشه یعنی که همیشگیه، همیشگیه. شما تا جایی هستید ما بهش میگیم مهمان. وقتی خونه میگیری اونجا میتونی بگی من ساکنم. یعنی چی؟ من الان آرامی کامل دارم که اینجا محل سکونت من هست. آمین. مسکن همینه. واژه‌ای که باز برای مسکن ما استفاده میکنیم واژه‌ای که یه دردی وجود داره و توی این درد ما یه چیزی میخوریم که موقتاً آرومش میکنه، ولی درمان نیست. درمان ما نیست، موقتنه. در واقع یه جور انگار منزل گزیدن، یه چیز فقط تو رو موقتا آروم میکنه. خیلی از افراد من بعضی مواقع میشنوم میاد کلیسا میگه وقتی تو کلیسا هم خیلی خوبم، اما وقتی میرم بیرون دوباره افکارم، تنهاییم، همه چی قاطی پاتی میشه. دوباره که دوست داشتم همیشه اینجا باشم. داوودم میدونه. اما خب آیا ما باید بیام تو کلیسا پلاس بندازیم بمونیم دیگه؟ شام و نهار و هفت است به قول معروف هفت شبانه روز دیگه هیچی دیگه واقعا اینه؟ نه، اصلا این هم نیست. میخواد اینو بگه به جای اینکه تو بری آرامی بگیری از خدا و حال دزر خوب بشه، مسکن بخوری، خود خدا برای تو درمانه که برای همیشه مسکن باشه برای تو. آمین. واژه‌اش اینه میخواد بگه که مسکن موقتی کار میکنه اما درمان نیست. خدا میاد مشکل تو برمیداره و اون موقع آرامی میابی. آمین. تو با مسکن آروم میشی اما موقت، اما خدا میاد درد تو کلن میخواد برداره که کلن تو آروم بشی. آمین. به همین دلیل ما در حضور خدا میایم، اگر ساکن نشیم به همین دلیل میریم اینجا دوباره میبینیم دوباره برگشت. برای چیه؟ برای اینکه ما در واقع ما منزل گزیدیم.
فقط یه مسکن موقت بوده. وقتی چیزی داوود داره راجعش صحبت میکنه، حتی از خیمه من میام پایین هنوز در خدا ساکنم، چون خدای آرامی دهنده رو دارم، نه فقط آرامی.